به ابتکار شهبانو فرح پهلوی، موزه هنرهای معاصر تهران در سال 1356 با الهام از بادگیرهای کبیری ایران بنا شد. گنجینه گرانبها که امروزه تنها میلیاردها دلار ارزش آثار جای گرفته در آن است. هنر گنجینه است ملی و شهبانوی ایران در نیم قرن پیش در جهت رشد و اعتلای آن تلاش میکرد. من فرید خلیفی هستم. این دانستنی های جهان ما از کیهان لندن به معرفی ساختمانی مدرن اختصاص داره. شاید نام تایوان را بارها شنیده باشید و شاید ندانید دست کم تا این لحظه کشوری مستقل به نام تایوان در جهان وجود خارجی ندارد. اما البته که جایی به نام تایوان در زمین وجود دارد. در یکی از شرقی ترین مناطق قاره آسیا جزیره‌ای نسبتاً بزرگ واقع شده که بیش از 36 هزار کیلومتر مربع مساحت آن است. به این منطقه از زمین تایوان یا چین تایپه و یا حتی جمهوری چین هم گفته می شود. این جزیره به دست دولتی موسوم به دولت جمهوری چین اداره می گردد. در سال 1683 میلادی سلسله چینگ، دودمان حاکم بر سرزمین چین، بر این جزیره مسلط شد. اما پس از شکست چینی ها در جنگ 1895 از ژاپن، کنترل این جزیره به دست ژاپنی ها افتاد تا آنکه با پایان جنگ جهانی دوم در 1945 و شکست نیروهای ژاپنی از ارتش امریکا، این منطقه در 1947 دوباره به کشور چین ملحق شد. همزمان در دوره سالهای 1927 تا 1950 آتش جنگهای داخلی در چین نیز روشن بود. نتیجه جنگ داخلی در چین شکست حزب حاکم ناسیونالیست در کشور جمهوری چین را رقم زد. بدین ترتیب حزب کمونیست بر جمهوری چین مسلط گردید و نام آن کشور پهناور به جمهوری خلق چین تغییر پیدا کرد. دولت به جای مانده از جمهوری چین در 1949 این جزیره و شهر تایپه را به عنوان پایتخت موقت جمهوری چین برگزید و تا به امروز همچنان کنترل این جزیره در دست جمهوری چین باقی مانده. اگرچه در طول سالیان همواره مورد مناقشه با ادعای مالکیت جمهوری خلق چین نیز بوده. به همین دلیل بارها رسمیت بخشی به طرح استقلال تایوان در مجامع جهانی با شکست مواجه شده. اما جهش چشمگیر در رشد اقتصاد تایوان یا آنچه که با نام معجزه تایوان از آن یاد می شود در نیمه دوم قرن بیستم با ایجاد صنایع پایه، توسعه زیرساخت‌ها و توجه ویژه به آموزش با هدف جامعه باسواد و پویا آغاز کردید. سالهایی که کشور پادشاهی ایران نیز به عنوان کشوری پیشرفته در غرب آسیا در حال درخشش و پیشرفت بود، ولی گدایان ژندپوش با حمایت کشورهای غربی مردم ایران را فریب دادند تا حکومت پادشاهی سرنگون و ترمز پیشرفت ایران کشیده شود. ایران به عنوان کشوری که در هنر و صنعت جایگاهی برجسته در آسیا داشت، با روی کار آمدن حکومت گدایان و اعمال سیاست تحمیق جامعه به یک بار به قعر جدول سقوط نمود و ثروت‌های ملی آن چپاول شد. در عوض تایوان به سرعت پیشرفت کرد و امروزه این جزیره یکی از مناطق پیشرفته جهان و همچنین هفتمین اقتصاد برتر آسیاست. این جزیره 23 میلیون نفری به بخش‌های کوچکتر تقسیم شده که شهر کاوسیونگ مرکزی یکی از این بخش هاست. ناحیه شهری فنگشان در شهر کاوسیونگ، سازه عظیم و زیبای مرکز ملی هنر کاوسیونگ، ساختمان بزرگی که ساخته شده تا میزبان اجرای هنر باشد، آنقدر بزرگ که در تمام زمین در نوع خود منحصر به فرد است. بنای باشکوه با 141 هزار متر مربع زیربنا واقع در جنوب تایوان. زمینی که این سازه در آن ساخته شده در دهه 50 میلادی میزبان کمپی نظامی بود. اما فرماندار کاوسیونگ در سال 2003 تصمیم گرفت تا آن را به مرکز هنرهای نمایشی تغییر کاربری دهد.
طراحی سازه به گروه طراحان معمار هلندی به نام میکانو سپرده شد. طراحی سازه با الهام از درختان مشهور بانیان یا انجیر هندی که دارای تنه‌هایی در هم تنیده هستند انجام شده و در برخی بخش‌ها ستون‌ها با شیبی جالب به بالا رفته و در سقف به هم پیوستند. علاوه بر فضاهای عمومی داخلی که طراحی باز و چشم نوازی دارند، این مجموعه بزرگ دارای 4 سالن اصلی است. سالن کنسرت هال این مرکز دارای 1981 صندلی است و در طراحی خیره کننده آن تلفیقی از هنر و الهام از طبیعت خودنمایی می کند. در بخش دیگر این مرکز فرهنگی بزرگ در غرب آسیا، سالن اپرایی با طرح نعل اسبی مجهز به 3 بالکن و 2236 صندلی نیز به چشم می خورد. همچنین مرکز نمایش و هنر زیبای رقص با 1210 صندلی و یک سالن زیبای تکنوازی دارای 434 صندلی از دیگر بخش‌های این مرکز هنر هستند. طراحی خارجی سازه نیز جلوه خاصی دارد و حتی در یکی از ضلع‌های آن آمفی‌تئاتر روباز و بسیار زیبایی طراحی شده که می‌تواند میزبان علاقمندان بسیاری باشد. این مرکز در فضای بازی به مساحت حدوداً 10 هکتار بنا شده و اکنون یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی جهان و آسیا محسوب می‌شود.